Hello, my friend. My name is Arash, and I'm going to be your new English teacher from now on. But before we start, my request for you is to know why exactly you want to learn English and to set your goals right now. You may want to need to do some business globally. Excuse me. Or you possibly want to start studying overseas. Who knows? Or you may want to travel around the world, you know? Or you may be stuck in some sort of emergency situation. Who knows? So let's get ready to learn English within the next 6 months together. And also, don't forget to subscribe in our channel and turn on the notification bell so anytime that we have a new video, you will catch up with your free class. And please tell your friends too. Good luck. دوستان عزیزم سلام، آرش هستم از کانال بریز انگلیش و با درس هشتم از سری آموزش زبان انگلیسی با تون همراه هستم و درسی که امروز با هم دیگه میخوایم بررسیش بکنیم صفتها یا اجکتیو هستش. هر زمانی اسم اجکتیو اومد بدونید که در مورد صفتها صحبت میشه. صفتها چی هستن؟ صفتها برای شرح دادن وضعیت یک اسم به کار برده میشه. من چند تا مثال میزنم که این قضیه رو بهتر متوجه بشید. The little bird یعنی یک پرنده کوچک. اون پرنده کوچک، اون قسمت کوچکش یه صفته که بهش داده شده. The old lady یعنی یک خانم جا افتاده و مسن که قسمت old مثلا صفت هست. The black horse یعنی یک اسب سیاه که black میشه در از اینجا اون صفت. و nice food nice صفتیه که برای شرح دادن اون غذا به کار برده شده، یعنی غذای خوب و خوشمزه. اینا در اصل صفت ها هستن و هر زمانی ما از این به بعد اسم اجکتیو آوردیم به خاطر داشته باشید که در مورد صفت ها صحبت میکنیم. اما بیایم انواع و اقسام صفت ها رو بررسی بکنیم و ببینیم چه دستبندی هایی دارن. What we think دسته اوله، چیزی که فکر میکنیم، احساساتمون، عواطفمون و همه این چیزها. Lovely یعنی خیلی دوست داشتنی و جذاب. Beautiful زیبا، اینا صفت داده میشه دیگه. intelligent هوشمند، باهوش. nice خوب. fine باز همون مترادفی از nice میشه و اینا همه صفت هایی هستن که در اصل نظر ما در مورد یک چیز میتونه باشه و یا حسی که نسبت به دنیای اطرافمون داریم. دومین گزینه size هست. small big large short tall fat، همه این چیزا میتونه در اصل اون سایز های مختلف باشه، کوچیک، بزرگ، بلند، کوتاه و چاق، لاغر. میدونید همه این چیزا در اصل اون سایز بندی ها هست و هم با اقسام داره. این با صفت هایی که داده میشه. age سن و سال، جوان، پیر، young میشه جوان، old میشه پیر و غیره. همه اینا رو توی این دسته میذاریم و اینا همه صفت ها هستن. shape یعنی شکل و در اصل شکل اجسام و اشیا یا هر چیز. round slim fat square گرد میشه، در اصل لاغر میشه، چاق میشه، مربعی میشه. اینا همه در اصل صفت هاییه که باز میتونیم توی این دسته پیدا بکنیم. color رنگ ها باز جز صفت ها هستن. white green red و غیره که حالا سفید، سبز و قرمز و هر چیز دیگه، رنگ دیگه که خودتون اضافه بکنید. material یعنی جنس و اون متریالی که ما خودمون هم بعضی وقتا همین کلمه رو توی فارسی هم به کار برده میبریم. plastic یعنی پلاستیک. glass شیشه. wooden چوبی. اینم باز یه مورد دیگه. بعد دسته آخر و دسته بعدی اوریجین هست. اوریجین چیه؟ یعنی همون نشنالیتی، ملیت، اصلیت یک شخص رو میگن اوریجین. جرمن، راشن، امریکن، ایرانیان، پرژین. اینا همه اصطلاحاتی هست که حالا ما به کار میبریم. ایرانیان و پرژین جفتش یکیه، برای فارس ها و ایرانی ها به کار برده میشه. جرمن برای آلمان، به معنی آلمان ها. راشن روسی ها و امریکن آمریکایی ها و برای هر نشنالیتی. پس نشنالیتی ها هم در اصل اوریجین ها هم میشه جزء صفت هایی که در اصل به این کاتگوری باید اضافه بکنیم. اگه یه شخصی برگشت گفت که امریکن من یعنی یک مرد آمریکایی،
راشن وومن یعنی یک زن روسی. در اصل اون اصطلاح اون صفتیه که داره داده میشه به اون شخص. خب اینا رو گفتیم، برسیم به بخش 5 وکبی که برای امروز داریم، که بیشتر میخواستم با اون جهتها با آشناتون کنم. دایرکشن، کلمه دایرکشن، دایرکشن به معنی جهت، لفت به معنی چپ، رایت به معنی راست، آپ به معنی بالا، داون به معنی پایین. این 4 جهت اصلیه. حالا جهت‌های دیگه‌ای هم هستن که اضافه میشن بر کل این تعداد، ولی خب ما برنامه اینجوریه که هر سری 5 تا کلمه رو بگیم که بسیار کاربردی هستن. دایرکشن، دایرکشن، لفت، لفت، رایت، رایت، آپ، آپ، داون، داون. این 5 تا کلمه ای بود که برای امروز خواستیم امروز کار کردیم. خب اما بریم برسیم به قسمتی که در اصل مکالمه این جلسه هست، بیشتر در رابطه با آدرس پرسیدنه، پرسیدن یک مکانه، و یا اون بخش دومش اجازه گرفتن برای مثلا انجام کاری هست که میتونیم از اون استفاده بکنیم. حالا مثال رو میگیم، ولی شما میتونید چیزهای مختلف رو اینجا جایگذاری کنید. Where is the bank؟ یعنی بانک کجاست؟ At your left side، یعنی دست چپته، یعنی همین مثلا توی همین سمت چپ بری جلو میتونی بهش برسی. Where is the bank؟ یعنی بانک کجاست؟ حالا به جای بانک هر چیز دیگه ای هم میتونید بذارید. Can I go down؟ یعنی من میتونم برم پایین. مثلا فرض کنید یه آپارتمانیه، داره اجازه میگیره اون شخص که بره طبقه پایین. Yes of course، مطمئنم میتونید بفرمایید. یه اینطور کانورسیشن هایی رو میتونید برای جهت ها در اصل استفاده بکنیم که خیلی به کار میاد. امیدوارم که این مکالمه امروز رو هم بتونید یه مقدار تمرین بکنید، کلمات دیگر جایگذاری بکنید. فراموش نکنید حتما حتما روزی 5 تا کلمه رو حفظ بکنید، چه با این جلسات چه خارج از این جلسات. هدف اصلی شما یادگیری زبانه. و نکته خیلی مهم، حتما حتما توی کانال سابسکرایب بکنید، به دوستان خودتون بگید اگر که خودتون از کلاس ها لذت میبرید، و منتظر جلسات بعدی هم باشید. با عرض موفقیت برای شما، دست خدا میسپارمتون. خدا نگهدار.